الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه، هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة سيدنا ومولانا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود، واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح ملائكة الله المقربين عليهم الصلاة والسلام، وإلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين، وإلى حضرات ساداتنا أصحابه البدريين والأحديين وبقية الصحابة والقرابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها من صغير وكبير وذكر وأنثى رضوان الله عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وسائر أقربائنا الموتى كلهم، وإلى أرواح جميع أموات المؤمنين. اللهم تقبل حسناتنا وحسناتهم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم، واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوبهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، صلواتي على نبي والسلام، وهو خير العالم بدر التمام. السلام عليك أسف الأسفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، صلواتي على نبي والسلام، وهو خير العالم بدر التمام. السلام عليك من رب السماء، السلام عليك دام بالانقضاء، صلواتي على نبي والسلام، وهو خير العالم بدر التمام. السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، صلواتي على النبي والسلام، وهو خير العالم بدر التمام. السلام عليك أحمد يا محمد، السلام عليك طه يا ممجد، صلواتي على النبي والسلام، وهو خير العالم بدر التمام. السلام عليك يا كهف ومقصد، السلام عليك يا حسن التفرد، صلواتي على النبي والسلام، وهو خير العالم بدر التمام. السلام عليك يا ماحي ذنوبي، السلام عليك يا جالي الكروب، صلواتي على نبي والسلام، وهو خير العالم بدر التمام. السلام عليك يا خير الأنام، السلام عليك يا بدر التمام، صلواتي على نبي والسلام، وهو خير العالم بدر التمام.
السلام عليك يا نور ظلامي السلام عليك يا كل المرامي صلواتي على نبي والسلام وهو خير العالم بدر التمام السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا هادي الهدات صلواتي على النبي والسلام وهو خير العالم بدر التمام السلام عليك يا ذخر العصاتي السلام عليك يا حسن الصفاتي صلواتي على النبي والسلام وهو خير العالم بدر التمام السلام عليك يا رب السماح السلام عليك يا زين الملاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير العالم بدر التمام بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح فنجا من الرجا وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي به في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنا حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط
وقط. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. أنت تطلوع بيننا في الكواكب كالبدور، بلوى أشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح والحبيب والسلام على الرسول.
رواق عبد الاحبائي رضي الله عنه لما اراد الله تعالى اظهار النور المخزون وابراز الجوهر المكنون من عبد الله الى بطن ابينا اطهر فتاه بالعرب وذلك في ليله الجمعه من شهر رجب امر رضوان ففتح ابواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الافراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد بالسماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنا قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنا اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وأنوارا ولجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنا تلك الليلة والأنوار تلوع في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها باللفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكريم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها بمحرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصة
സദസ്സിലുള്ള ആളുകളുടെ ജവാബ് ഉറക്കെ ചൊല്ലുക. മുഞ്ചിൽ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الآلاء وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا
وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده أدلى حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكهولا في خلاء الوقار والمهابة يجلى وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أضوى وأجلى وثار فاق درا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى وأوصي به ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستاليا لا مستالا وذكره على ممر الأيام يكرر ويتلى أشرقت لمولده الأنادس شرقا وغربا ووارا وسهلا وخرت لمولده الأسلام من أهل المجالس خضوعا وذلا وارتج سيبان كسرى وهو جالس فأدم القوم نطقا وأقلا وخمدت نار فارس وتبدد ملكهم جمعا وشملا وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدر بذاك الحما يجلى صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار نارت به الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أغلى صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرياتي ولما رآه البدر حار لحسنه وشاهد تسلوب العقل صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات وأطفي النور شمسي من نور وجهي فلله
مختاري جدت شوقنا إلى خير مبعوث جليل حاب الفضل صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بافتخار بمولدي له خبر عن حسنه أبدا يتلى صلاة وتسليم وأزكى تحياتي شملا صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية عليه صلاة الله مهبتي صبا മീലാദ് കോൺഫറൻസ് ഹദിയ കൗണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹദിയ കവറുകൾ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മീലാദ് കോൺഫറൻസ് ഹദിയ കൗണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹദിയ കവറുകൾ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. وروي أن آمنة رأت إن وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة قالت لما وضعته مضت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مقعول مدهون مخطون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي يخفه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم مقمار وفي يد أحدهم مبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث هريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتما يحير أعين الناظرين من شدة نوره حمل ابني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق سبع مرات ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين والسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضراب ولم تكن خمدت قبل ذلك بألف عام. وارتج إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة وقالت بحيرة ساوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بشهب الثواقب وانبلد صبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي أن يحيى بن عروة أن نفر من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويوكلون ويسربون
وقد عقفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتعلما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مؤتما فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يصلى بالنار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفدي بعيد ومن قربي صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى حزننا قد رات العير بالسحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات فإن كنت بذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية وإذ كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بالسيد ربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريتي ترد لي مولود ألأت بنوره جميع في جاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي خير البريات ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي خير البريات فيا لقوسي ارجعوا الضلالكم وغبوا إلى الإسلام والمنزل رحبي صلاة وسلام
إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عن حجده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدًا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد ولما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره وبينما هي آمنة في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج وجهك الله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكون والسرج ومريضا أنت زائره أتاه الله بالفرج فاز من قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فازيله في الحب مهجته سامحا بالروح والمغج كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت مجينا من الحرق من لاهي بالنار والأجج ذنبنا ما حيل يمنعنا والعجز صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربكم في قلبنا محظو من رائل الذنب والحرج صبكم والله لم يغب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل روح والخرج صل يا
ربي على الهادي لي سبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى: كان إلى جانبي رجل مذمك، وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيري؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في هذا الشهر، فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك، وجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: ما بك؟ فأخبرت بخبري مع الذمي، فقال: لا تحزن، فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزايد وجدي، وأنا أنتظر إنجاز وعدي، وصحب المدامع قد جرت على خدي، وإذا بالباب يطرق والذمي يقول: افتح. فقد زال صدى قلبي: إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال: ففتحت له الباب فدخل وهو يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأنك؟ قال: رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائعة عظيم الهيبة يزج الحاجبين سهل الخدين، إذا تكلم فعليه البهاء، وإذا صمت فعليه الوقار، حلو المنطق إذا طلع تقول: هذا البدر المنير. وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر، ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن أقبل يدي، قال: أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت: من أنت الذي من الله علي بك؟ قال: أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين، أنا سيد الأولين والآخرين، أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني، ثم قال: هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت: ما علامة ذلك؟ قال: أم تموت غدا؟ قال صاحب الحكاية: فبينما هو يحدثني، وإذا بالباب يطرق وقائل يقول: إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء، زال الجفا عنا وقد زال الشقاء. فقلت له: من هؤلاء؟ قال: زوجتي وابنتي. قال: فدخلتا وهما تقولان: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: كيف إيمانكما؟ قالتا: رأيناه كما رأيت رعي عين، وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال: فمات الرجل في الوقت، وفي الغد ماتت ابنته، وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله، ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. أحيا ربيع القلب شهر المولد، كل الأنام بذكر مولد أحمد. يا ربي صل على النبي محمد، منجي الخلائق من جهنم في غادي. جاءت لي مولده الشريف بشائر، وخواريق العادات ليلة مولدي. يا ربي صل
على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسادي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له رجت بغير تردد والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي يا ربي صل على النبي وأطعم جيشه حتى اكتافوا ويسيروا ولم يوفدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد خلائق من جهنم في غادي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي قد علا بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضلك
لجودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي إني نازلك والنازل لديك يا خير الآلام بكل خير يغتدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي وعلى صاحبتك الكرام جميعا والتابعين لهم بخير فاجهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന കാര്യദർശി ജില്ലാ സംയുക്ത ഖാദി ബഹുമാന്യരായ സയ്യദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. فلما آن أوان مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح شاؤوس الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبرائيل ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة تبشرها بأنها من جميع المخاوف أمينة وتنوب عن القوابل البشرية وتبشرها بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فجب الشكر علينا ما دعا لله تشرفت المدينة
يا كمال مرحبا أهلا وسهلا يا سراج مرحبا يا خير داعي يا منير مرحبا يا نور عيني يا جمال Yeah.
غماما قد أذلت والملا سلوا عليك مرحبا يا نور عيني يا جمال مرحبا جد الحسين يا كمال مرحبا أهلا وسهلا يا سراج مرحبا يا خير داعي يا منير وأتاك الأرض يبكي وتذلل بين يديك وأتاك الأرض يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك الظبي النفور مرحبا يا نور عيني يا جمال مرحبا جد الحسين يا كمال وسهلا يا سراج مرحبا يا خير داعي يا منير حينما شدت المحامل وتنادوا لرحيلي حينما شدت المحامل وتنادوا جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل مرحبا يا نور عيني يا جمال مرحبا جد الحسين يا كمال مرحبا أهلا وسهلا يا سراج مرحبا يا خير داعي يا منير مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وتحمل لي رسائل مرحبا مرحبا أيها الشوق الجزيل مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 نحوها تلك المنازل مرحبا مرحبا في العشايا والبكور مرحبا 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 كل من في الكون هامو مرحبا مرحبا فيك يا باهي الجبين مرحبا
مرحبا جد الحسين يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي مغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المصابي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم سري وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين جلّا ميلاد كونفرنس ഇന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം ബഹുമാന്യരായ ജില്ലാ ഖാളി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങളുപ്പാപ്പ നിർവഹിക്കുന്നു. സ്നേഹപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. മഗ്രിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സമയം അല്ല, ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കലായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നാകുക. ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച പലരും പല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. സർവരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവും പൈശാചികവുമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, വ്യാപാരികളും വ്യവസായികളും എല്ലാവരും പല വിധത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ രക്ഷ നൽകണയാഹല്ലാ, നീ ശിഫ നൽകണയാഹല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് അവരുടെ ഭാര്യ പിതാവ് ഹസ്ബുള്ള ഹാജി സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. തീർത്തും നീ ശിഫയാക്കടയാഹല്ലാ, ശിഫയാക്കടയാഹല്ലാ. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു, നൂറുൽ ഉലമ. അതുപോലെ തന്നെ ടി എസ് കെ ബുഖാരി തങ്ങൾ, സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ, സയ്യിദ് അവേലത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ഫദുൽ ജമൽ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ഫദുൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ഷിഹാബ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ, അൻവർ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ, അബ്ദുൾ റഷീദ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ, പയ്യനാട് തങ്ങൾ, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ, അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മോട് വഫാത്തായി. പ്രത്യേകിച്ച് 33 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഉപ്പ വഫാത്തായത് ഇതുപോലൊരു മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സിൽ റബീഉൽ അവൽ 27-ാം രാവ് കടലുണ്ടി പള്ളിയിൽ മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച് കുറേ നേരം മൗലൂദ് ഓതി, പിന്നെ വിത്രും ഇഷയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞ് മദ്രസയിൽ ചെന്നു. അവിടുന്ന് കുറേ നേരം മൗലൂദ് ഓതി, അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഉമ്മയും കുട്ടികളെയും ഇരുത്തി മൗലൂദ് ഓതി. വളരെ വഴുകി കിടന്നു, നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് സുബഹി നിസ്കരിച്ചു. ചാലിയം ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന മൗലൂദിൻ്റെ സദസ്സ് അതിനു മുപ്പ നേതൃത്വം നൽകി. കരഞ്ഞ അശ്രക ചൊല്ലി മൗലൂദിൻ്റെ ദുആ ചെയ്തു, യാസീൻ ഓതി. ദുആ ചെയ്യാൻ ഉപ്പക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മുദരിസായിരുന്ന അബ്ദുൽ സമദ് ബൈത്താനി നവറല്ലാഹു മറക്കദ അഹ്മാനങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു, ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ എന്ന് പറയുന്നവരെയും പിടിച്ചു നിന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആ സക്രാത്തുൽ മൗത്തിൻ്റെ വേദനയിലും അത് സഹിച്ചിരുന്ന് പിന്നീട് ചാലിയം ജുമാഅത്ത് മഹല്ലിൻ്റെ പ്രസി
ഉണ്ടായിരുന്ന ഹസൻ കോയ ഹാജി അവർ അമ്മടിയിൽ തല ചായച്ചു വെച്ചു, അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് വിട പറയുകയാണ് ചെയ്ത്. അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നന്നായി ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഞമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരും ദറജനെ ഉയർത്തനേ അല്ലാഹ്, അവർ ഞങ്ങളെ ജന്നാത്തുൽ നഈം മുരിപിച്ചു കൂട്ടരെ അല്ലാഹ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ധാരാളം കടപ്പാടുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 1491 വർഷം മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് ഒരു പരമദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ യതീമായി ഫഖീറായി ജനിച്ചു. ആമിന ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെയും അബ്ദുള്ള എന്നൊരു മകനായി 63 വർഷക്കാലം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജീവിച്ചു. 1431 വർഷം മുമ്പ് വഫാത്തായി. പക്ഷേ ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന 700 കോടി ജനങ്ങൾക്കും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എല്ലാർത്ഥത്തിലും മാതൃകാപരമായ ജീവിതമാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 94 വർഷങ്ങൾക്ക് പരമദരിദ്രനായി അനാഥനായി ഒരു ചറ്റക്കുടിൽ വളർന്നെങ്കിൽ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ, ഇസ്ലാം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അധിപനായിട്ടാണ് വഫാത്തായത്. എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് അധിപനായത്? വോട്ടുകൾ യാചിച്ചുകൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകോപനങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാമിക് സാമ്രാജ്യം കെട്ടുപ്പടുത്തുയർത്തിയത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ യത്തിബെന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല 100, 150 കൊല്ലം ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളെ കൊണ്ട്, ഗോത്ര കലഹങ്ങളെ കൊണ്ട്, സംഘർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അനാഥകള 1000 കണക്കിന് കുട്ടികൾ, അതുപോലെ 100 കണക്കിന് വിധവകള്, 786 ഗോത്രങ്ങൾ, കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ, ഒരൊറ്റ ദിവസം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ മുഴുവൻ ഗോത്രങ്ങളെയും ഇണക്കി ഒരു മാലയിൽ കോർത്തിണക്കിയ മുത്തുകളെ പോലെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളെയും ഒരു ചരടിൽ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പട്ടി നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകി. അവർ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയല്ലാതെ വേറെ നേതൃത്വമില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രം വേണം, അതിന് തലവൻ അങ്ങനെ ആവണം. ഒരു പ്രതിപക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പറയാൻ സമയം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി രാഷ്ട്രീയം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വ്യാപാരം നടത്തേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വ്യവസായി ആകേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ഭർത്താവ് ആകേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ഉപ്പയാവേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു മകനാവേണ്ടത്, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ അഖില മേഖലകളിലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് മാർഗമാണ്, മാതൃകയാണ്. ആ മാതൃക പിൻപറ്റി ജീവിക്കാൻ ഈ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന മഹൽ വാക്യത്തോടെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ മക്കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അല്ലാഹു തആല ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ന് സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താനുൽ മക്കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത് എത്തുന്നതാണ്. ഇന്നലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മൈദിൻ വിദ്യാർത്ഥി കാസിം അതുപോലെ വളരെ സീരിയസ് ആയി തൃശ്ശൂരിലുള്ള സിറാജ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ദിവസം ഉംറക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. സിറാജിന്റെ അവസ്ഥ കാസിം വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആണ്. വബ്ബനി തീർത്തും നിഷേഫയാക്കടേ അല്ലാഹ്. സിറാജ് ഉപ്പ ഉമ്മ കുടുംബം എല്ലാവരും ഉംറക്ക് പോകേണ്ട അടുത്ത ദിവസം 24 നാളെ റബ്ബെ എല്ലാം നിഷേഫയാക്കടേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ രോഗബാധിതരായി കഴിയുന്ന സർവർക്കും നിഷേഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയകാഫിഉ മസീദ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ റസൂലിക സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിസിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തുൻ തുർളൈക വതുർളീഹി വതർളാ ബിഹാ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് റബ്ബ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന റബീഉൽ അവ്വലാക്കല്ല അല്ലാഹ്, അവസാന റബീഉൽ അവ്വലാക്കല്ല
ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ റബ്ബേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു സ്നേഹിച്ച് റബ്ബേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടിലായി കടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നോദിയ മൗലിദ് നീ കബൂലാക്കടേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കടേ അല്ലാ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു സ്നേഹിച്ച മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കടേ അല്ലാ. ആ മഹബ്ബത്തിലും ഇഷ്ടിലും അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുന്നവരാക്കടേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് മുഴുവനും നീ സമാധാനം സന്തോഷവും നീ നൽകടേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വൈദേശിക ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഭ്യന്തര ലഹളകളിൽ നിന്ന് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ യാ റബ്ബു യാ അല്ലാ യാ നൂറു യാ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉപ്പമാര് ഉസ്താദുമാര് മഷായിഖുമാര് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അയൽവാസികൾ ആരെല്ലാം രോഗബാധിതരായി കഴിയുന്നു സർവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഖാസിം സിറാജ് റബ്ബേ അവരൊക്കെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഹസ്ബുല്ലാ സാഹിബ് റബ്ബേ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ആരെല്ലാം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തു സർവരുടെയും സർവ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഷുഗറോ പ്രഷറോ കൊളസ്ട്രോളോ നൽകല്ല അല്ലാ. അലർജി ഗ്യാസ് നൽകല്ല അല്ലാ. ആസ്തമ പൈൽസ് എക്സിമ സുറിയാസ് നൽകല്ല അല്ലാ. ഹാർട്ടിനോ കിഡ്നിക്കോ ബ്രെയിനോ ശ്വാസകോശത്തിന് അന്നനാളത്തിന് തകരാറുകൾ നൽകല്ല അല്ലാ. മക്കളാശിക്കുന്ന സർവ ദമ്പതികൾക്കും നീ സ്വാലിഹ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. പരാജിതരാക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ആരെല്ലാം കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾ റബ്ബേ അവർക്ക് മനസ്സിനിണങ്ങി അവ ഇണകളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബജീവിതം ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷപൂർണ്ണമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൗന്ദര്യ പിണക്ക് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യം നീ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. പട്ടി നൽകല്ല അല്ലാ. ധാരാളം വ്യാപാരികളും വ്യവസായികളും ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു റബ്ബേ. നീ ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി തളർത്തല്ല റബ്ബേ. റബ്ബേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായി വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വെള്ളം വെളിച്ചം വഴി സൗകര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഹലാല ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ 12 അക്ഷരങ്ങളും ഉച്ചരി മരിക്കാൻ നീ തൗഫീക് നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ചോദിക്കാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ. മനസ്സ് നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ. മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം വഖ്ഫിർ ലി ആബാഇന ഉമ്മഹാതിന വഅസാതീദിന يا غافر المذنبين وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ജ്ഞാനം ജനനം മനനം മുന്നേറ്റം സഅദിയ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി 2019 December 27, 28, 29 തീയതികളിൽ കുമ്പോൽ തങ്ങൾ നയിക്കുന്ന സഅദിയ സ്നേഹ സഞ്ചാരം 2019 December 10 മുതൽ 15 വരെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കാസർകോട്. പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ബഹുമാന്യരായ സയ്യദ് ഖലീൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പ നിർവഹിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. മീലാദ് കോൺഫറൻസ് ഹദിയ കൗണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മീലാദ് കോൺഫറൻസ് ഹദിയ കൗണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മഅരിബ് നിസ്കാരം സമയമായിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേജിന്റെ പുറകു വശത്ത് വുളു ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വുളു ചെയ്യാൻ സ്റ്റേജിന്റെ പുറകു വശത്ത് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേജിന്റെ വലതുവശത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
സ്റ്റേജിന്റെ വലതുവശത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹലോ 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 ഡേ.